در استودیوی صدای آمریکا در لندن، کاظم پنجوی قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران و بریتانیا و کارشناس این رشته حضور پیدا کرده تا در مورد وضعیت وزنه‌برداری ایران در بازی‌های آسیایی گفتگو کنیم. آقای پنجوی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، با مشغله کاریتون در استودیو حضور به هم رسوندید. لطف کردید. من بدون مقدمه سوالم رو شروع می‌کنم. تا اینجای کار وزنه‌برداری رو چگونه دیدید؟ عملکرد بچه‌ها، 5 وزنه‌بردار روی تخته رفتن و 3 تن دیگه فردا قرار هستش که روی تخته برن و شانس خودشون رو برای دستیابی به مدال آزمایش کنن. خسته نباشین. من فکر کنم که مرتضی رضایی خیلی خوب کار کرد، ولی خوب شانسش که این وزنه‌بردار کره دو زبزن بودش و حرکت آخر اون خونده بود که تونسته بود به طلا دست بیاورد. خیلی خوب کار کرده بود به نظر من. آقای پانزوان هم یه ضربش خیلی خوب بودش که تونسته حتی مدال میتونست، اگه مدال های یک ضرب دو ضرب مجموع رو حساب میکردیم اونم میتونست مدال بگه توی ضرب. و از غیر ابراهیمی هم همون که این قزاقی خیلی دو ضرب زن خوبیه، یعنی خیلی خوب کار توی یه ضربش، مخصوصا که تلاش رو گرفته توی یه ضربش و اینم خودش خیلی خیلی خوبه. آقای به قول معروف آکنش رستمی که تازه دسته 75 کیلو اومده و وزن 77 کیلو بوده، جوونه و توی این وزنی تازه داره جا میفته و به نظرم خوب هم زده به نسبت این که 165 و 200 فکرم زده بود. اینا رو وزنی خیلی خوبیه که یه سال دیگه 85 کیلو قرق میکنه. برای فردا هم من فکر میکنم که امیدم اصلی که بهتر سلیمیه برای تمه چشم دوختن که طلا رو ببینن از ایشون و سجاد هم که انشیوانی هم که زانوش عمل کرده و زیاد نمیشه ازش انتظاری داشت به اون صورت که بتونه اون رکوردای تو تمرین بنظرم 205-240 زده تمرین که بتونه اینا رو اگه بتونه تکرار بکنه که خیلی خوبه و میتونه واقعا گفت که خیلی خوب کار کرده. یعنی از بین حامد مجیدی، انوشیروانی و بهداد سلیمی، بخت سلیمی برای کسب مدال طلا بیشتر هست. خیلی در مطبوعات و همشون بیشتر گفته میشه که ایشون میتونه شاید رکورد حسین رضازاده رو هم فردا بشکنه. شما چی فکر میکنید؟ آیا تو تمرین زده مثل این که تو تمرین وزنه رو 216 یا انصافا همین یه ذره زده و من تکرار بکنه توی تمرینش که با توجه به این چیزی که من میبینم از هر مرتبه که میره مرتب بالا و بالاتر میاد 100% فکر خیلی بعید نیستش، چون جوان خیلی با استعداد و خیلی قلدریه، واقعا جای افتخار داره. خیلی ها بر این عقیده هستن که اگر بهداد سلیمی امروز این رکوردای آقای رضازاده رو جابجا بکنه، اون فشاری که بر روی آقای رضازاده به خاطر محرومیت سعید الحسینی و اون قضایای دوپینگ وزنه‌برداری ایران مثل نایج و دیگران از رودوش آقای رضازاده در واقع کمتر میشه، این فشارها کمتر میشه، فکر میکنید که این تأثیری روی روند یا پیشرفت وزنه‌برداری خواهد داشت؟ چون که فشارها الان بر روی آقای رضازاده خیلی زیاد هست، خصوصا از طرف پیشکسوتان این رشته به دلیل قضایای آقای حسینی. البته الان با توجه اینکه آقای سلیمی اومده جایگزین شدن و پیشرفتش خیلی خوب بوده، تا اندازه‌ای تونسته این جای محسوس پر بکنه، ولی به نظر آقای حسینی هم خیلی زحمت کشید تو این زمینه و من شنیده بودم که تا 200 تا 200 میزد تو تمرین و 250 رو مثل آب خوردن هنوز انجام میداد و خیلی پیشرفتش با توجه 21 سال 22 سال سن خیلی وزن داره با آینده به نظر میرسید. و این بالاخره من خیلی چیز هستش که ما اینجا پشت پرده هستیم و نمیدونیم که چه خبر اینجا و اینکه یک چند چقدر طول کشید که ایشون بتونه محرومیتش ثبت بشه جای سواله. با توجه به اینکه فدراسیون هم با کسی شوخی نداره، کسی که یه بار محروم بشه دفعه دوم دیگه اینقدر اینو بلافاصله بهش میگن، ولی دیگه 2 سال یا سال طول نمیکشه که حتی بتونه توی مسابقات سئول هم به کره جنوبی که رفته بود که در آخرین کوین ضرب خورده و شکست نکرد و اگه ایشون سوالی براش بودش نباید اعزام میشد اونجا. ولی من فکر نکنم ایشون این مسئله داشته باشن تا این اندازه، چون که تا اونجایی که من خبر دارم تا 2008 3 تا مسابقه داده بود که در عرض یک ماه 3 تا چند تا رکورد جهانی شکسته بود و حتی 3 بارم آزمایش داد در مسابقه جهانی و باشگاه آسیا و 8 تاشون هم سالم بودن. حالا این دفعه قضیه چی شده؟ واقعا ما پاش اینجا هستیم و فقط از دوستان میشنویم که چه خبره.
در واقع جای سوال هست، این جای سوال هست، شاید زمانی که این سوال ها پاسخ داده بشه شاید زمان نیاز هست مشخص بشه که چه شد که دو هفته پیش بعد از یک سال کش و قوس سعید علی حسینی محرومیت مادام العمر گرفت و در حالی که خیلی گفته های فدراسیون و آقای رضازاده بر این منوال میگشت که احتمال این که بتونن محرومیت ایشون رو تخفیفی براش قائل بشن یا آقای تاماش آیان بتونه در واقع اینجا شفاعتی بکنه، من سوالم از شما این هستش، طبق قانون وزنه برداری، حالا از بحث مسابقات گوانگجو نمیخوایم زیاد دور بشیم، اما در بحث وزنه برداری دو بار داشتن سابقه دوپینگ با محرومیت مادام العمر هست، چطور آقای رضازاده عنوان میکرد که در دو جلسه ای که به فدراسیون جهانی رفتن و در بوداپست عنوان میکرد که میتونه برای سعید علی حسینی تخفیف بگیره؟ معمولا آزمایش اولو که انجام میدن میفرستن این نمونه هم میمونه توی که نمونه بی بهش میگن، این نمونه بی رو نگه میدارن برای روزی که بخواد اپیل بکنن، یعنی تقاضا مجدد بکنن، این میبرن و فدراسیون اونو یه بار دیگه انجام میدن و باید یه پولی بدن که اونو دو مرتبه روی سیستم بازم انجام بشه و معمولا هم وادا که خودش که میاد ایران اگه میاد توی هر کشوری که میره خودش اینو اعلام نمیکنه، مستقیم میره و از همه اونجا آزمایش میگیره و مثل اینکه در مورد ایشون هم بوده که خود ایران ازش آزمایش گرفتن تو ایران، یعنی در اردو خودشون به صورت داوطلب ازشون آزمایش گرفتن و این آزمایش دوم بوده که فرستاده شده واسه آزمایشگاه کلن در آلمان و نتیجه مثبت بوده. این نه در کل در خود هم اردو ازش آزمایش گرفتن و این آزمایش من دو تا نمونه از A و B، A رو میفرستن مثلا بیرو نگه میدارن و این بیرو هم که فکر کنم آقای زاده رفته بودن که با تماشا صحبت بکنن که این نمونه بیرو بتونن روش صحبت بکنن و بتونن دلایلی که دکتر اینا هستن انجام بدن که شاید به خاطر این طول کشیده اینقدر، ولی آقای آیان هم خب با ایران سابقه طولانی دارن و اینکه واقعا ایرانی رو دوست داره و فکر نمیخواد که به این آسونی یک کشور رو به این تو این زمین قدرتش حرف میزنه توی دنیا حرف اول میزنه به این آسونی کنار بزنه، خب سعی میکنم کمک بکنه، حالا چجوری دیگه خودشون میدونن. جناب آقای پنجوی، شاید یک دو دقیقه بیشتر فرصت نیست، تصاویر افتخار آفرینی وزن بردار ایران رو میبینیم، ابراهیمی و اینکه آیا بهداد سلیمی فردا با آیا امکانش هست همون جور که در مسابقات قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه موفق شد عنوان قوی ترین مرد جهان رو از آن خودش بکنه، فکر میکنید که فردا با توجه به اینکه خبرها از گوانجو حاکی از اون هستش که آقای سلیمی سرما هم خورده بوده، به هر حال فکر میکنید که الان انقدر فیت و سر حال هستش که بتونه عنوان قوی ترین مرد جهان رو دوباره از خانه خودش بکنه، یا اینکه شما چگونه میبینید، پیش بینیتون در مورد فردا چی هست؟ من فکر کنم سرما خوردگی برای وزن آمده چیز مهمی نیستش، وزن ایشون بازم اول میشن، بازم قوی ترین مرد مسابقات به خودشون اختصاص میدن، من مطمئنم. چه مقدار فکر میکنید که فاصله رکورد آقای بهداد سلیمی با حسین رضازاده شاید بتونه باشه؟ شما چه مقدار این دفعه یه ضرب خیلی نزدیک خواهد شد، توی یه ضرب خیلی نزدیک خواهد شد، دو ضربش هم فعلا فکر کنم یه ضرب مونده، ولی یه ضربشو احتمال زیاد حمله خواهد کرد به رکوردش. خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین، بعداً قطعاً در فرصتی مناسب در مورد فعالیت‌های خودتون و دخترتون شیلا خانم که در یک برنامه دیگه ما این افتخار داشتیم که از افتخارات ایشون در واقع گفتگو بکنیم و به اونها برسیم، خیلی ممنونم از اینکه تو این برنامه شرکت کردین، تا دیدار بعد متشکرم، وقتتون بخیر.